رحمان الرحیم، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه رفقای عزیز. مگه زداری آب بخورم، تشنم شد. توی ویدئوی قبلی تا اینجا اومده بودیم که چرخه استاندار رو گفته بودیم ما یه طرح میریزیم، اون طرح رو با استفاده از نیازهایی که داریم انجام میدیم، بعد چک میکنیم، بررسی میکنیم اینی که میخواستیم چقدر عملیه و چه منفعتها و چه ایرادهایی داره. اون ایرادها رو بررسی میکنیم، بهبود میبخشیم و اکت تصحیح میکنیم، دوباره میره تو پلن، دوباره پلن دو، چک، اکت، پلن دو، یا PDCA. اوکی، همینجوری یه سازمان رو هی بهبود میدیم، هی بهبود میدیم، از بس بهبود میدیم یاد بهبود افتادم. این از این. خب حالا این PDCA یه سری، هر کدوم یه سری زیر مجموعهای داره که بخشش اونجا هم آوردیم. خب تو حوزه پلنش، طرح‌ریزیش، خب تابلو یه کار مدیریتیه، گفتم باز به اون تیمی که کارشناس هستن، در هر بخشی معمولا یه سه دو تا آدم سر به تن بیارزه رو میارن و با هم چکشکاری میکنن و یه طرحی میریزن. پس اینها میخوان یه برنامه‌ریزی بکنن، اوکی، چون یک کار مدیریتیه، چون داره به همه سازمان اصطلاحا زور میخواد بگه، پس جنبه مدیریتیش بسیار بالاست. پس نگاه رهبری طور به کل سازمان داره و از اونجایی که این پلن من، این طرح من باید متناسب با سازمان من، شرکت من باشه، پس قبلش باید سازمان بررسی بشه، با توجه به اونها برنامه ریزی بشه توسط اون تیم مدیریتی. این از این. اونجایی که دو، یعنی طرح قرار اجرا بشه، باید این طرح پشتیبانی هم بشه. یعنی چی؟ یعنی ضمانت اجراهاش، اینکه آقا چکار کردی؟ چی کار میکنی؟ انجام میدی یا نمیدی؟ بشکنم باید بزنیم. تو مرحله چک ما دو تا قصه رو چک میکنیم. یک، صحت انجام قصه چی شد؟ تو یه مرحله ما صحت ما توی مرحله چرا نمیزنه؟ خدا شاید الان شد. توی مرحله صحت انجام طرح چک میشه، توی مرحله اوکی این طرحی که ما ریختیم که دو شد، حالا این دو شدنش، کردا به دوغ میگن دو تو زبان محلی، این دوشو نمیدونم چرا ربطی واقعا به این قصه داشت، همینجوری تو ذهنم اومد، این که دوروش اعمال شد، انجام شد، حالا ببین واقعا اثر بهبود سازمانی داشت یا نه، یا اینکه یه جای سازمان رو لنگ زد. مثال، خب با توجه به این ادیت های طرح در میاد، دوباره این ادیتا میاد اینجا مودیفای میشه و دوباره میره روی پلن اعمال میشه، دوباره طرح میاد، دوباره همینجوری، گفتم همینجوری ما در راه بهبود سازمان داریم کار میکنیم. این از این. پس اینجا مودیفای و بعدش این چرخه است دیگه برمیگرد. خب بخوایم اینجورکی نگاش کنیم، توزیع امنیت دیگه، این کلیه PDCA بود، این استاندارد PDCA بود. حالا میایم اینجا توی بحث امنیت، ما اول اینکه ما همیشه تو امنیت میگیم اسکوپ من کجاست، اسکوپ کاری ما کجاست، ما قراره برای کجای سازمان فکر کنیم و طرح بریزیم. پس باید محدوده کاری مشخص شه و خط مشی امنیتی هم مشخص شه. مثال یه مثال قریب به ذهن، نه تخصصی. مثلا من یک
فروشگاه زنجیره‌ای هم. یا یه پادگان نظامی هم. خب این که من کدومم خیلی تأثیر داره توی این ارزیابی های آیندم. خب یکیش خط مش امنیتیش به اصطلاح محرمانه است، یکیش ناس عادیه، چیز محرمانی زیاد توش نیست. اوکی خب نوع، پس خیلی مهمه، من کیم برام خیلی مهمه، تعیین میکنه من چه سیاست هایی رو بعدن انتخاب میکنم بر اساس محدوده کاری. حالا مثلا همین فروشگاه پادگان، من پادگان فقط ورودیش میخوام استاندارد ام، داخلش زیاد مهم نیست، هر کی میاد داخل دیگه از خودمونه. مثلا میگم ها، فروشگاه زنجیره‌ای نه، همین که اون سیستم حسابداری اون مشکل نداشته باشه دیگه زیاد مهم نیست برامون. پس این محدوده کاری هم مهمه، خط مش امنیتی من کیم هم مهمه. حالا بعد میریم بر اساس این دوتا ارزیابی ریسک انجام میدیم. من چه ریسک هایی دارم اینجا توی گیت ورودیه، مثلا چه میدونم سلاح نیاد داخل یا قصه، تو حسابداریه مثلا اون سیستم حسابداریه هر چیزی بهش متصل نشه، اون برنامه با دیتابیس حسابداری من خراب نشه و و و اوکی. و این ارزیابی ریسک بر اساس چیزی که من برام مهمه. مثال مثال من یه بار یک اپلیکیشن بود، موبایلم بود، یه موبایل اپ بود که اتوش بعد اینکه تست نفوذ انجام دادیم، من اسکرین اکشن ازش در آوردم، گفتم آقا این میشه به اون سرور شما که این موبایل اپ به شما ریکوست میفرسته، اسکرین اکشن زد بر اساس ریکوست هایی که از موبایل اپ شما داره در میاد. گفت این مهم برای ما نیست. گفتم چرا؟ گفت اون دیتا ما پابلیکه، ما فقط موبایل اپ رو آوردیم که کسی خواست من اطلاعات ما رو یه جا ببینه، هیچ احراز هویتی هم حتی تو دیتابیس این نیست، توش هیچی توش نیست. یعنی این سطح پذیرش اتک بر اساس خط مش امنیتی و محدوده کاری شماست. یعنی اسکیل اینجکشن که ما کریتیکال فرضش میکنیم، میگفت با توجه به اسکوپ کاری من این اصلا برام مهم نیست. اوکی بر اساس استانداردهای CVSS یا هر چیزی که در مهم، این برام مهم نیست. اما اینکه دیتای من از بین بره برام مهمه. یعنی مثال میگم، مثلا میگفت اسکرین شات جوری بود که فهم شد دیتا مثلا ازش فراخوانی کردم، میگفت مثلا اگه RC پیدا بشه بله خطرناک RC. خود بر اساس جنس کارش اینجوری بود. پس ما ارزیابی ریسک میکنیم، بعد چک میکنیم این ریسک، مثلا ریسک یک، ریسک دو، ریسک سه، اینو میتونم قبول کنم، اینو مثلا نمیتونم قبول کنم، اینو میتونم قبول کنم. اوکی همیشه بالانس بین هزینه و کار. مثلا من اگه بخوام اینو درستش کنم باید ان تومن هزینه، این ان تومن ضررم بشه هیچ ایراد نداره. مثلا هزینه که برای سکیور کردنش باید بکشم بیشتر از هزینه خود خسارت قصه است، میگه این بیخیال. خب بعد اینکه این ارزیابی کنترل هایی که باید اما پیاده سازی میشن برای اینکه اون ریسک ها کم بشه، بعدش این سیستم دوباره پایش میشه، دوباره ارزیابی میشه ببینم این کنترل هایی که پیاده سازی کردیم جواب کار ما رو میدی یا نه، اگر نه دوباره دوباره دوباره. اوکی پس همچین روندی رو ما طی میکنیم توی PDCA اینجوری اینجوریش. خب حالا خود این دوست عزیزمون، من چون به احتمال لوگو داره روش میفته، خب این استاندارد ایزو 27000 که 27001 که داریم، خب خودش به 10 تا اسکوپ تقسیم میشه. یه مقدمه، حالا بچه خوبی باشید، ما بچه خوبی هستیم، تقسیم میشه. ای من فکرم با قلم داره مینویسه. یه مقدمه داره
که برای بدانید خوب است. از اینجا تا اینجا بیشتر جنبه تعیین وضعیت شما رو داره، این که یه بیسیک راجع به اینکه مثلا دامنه کاری شما چیه، مراجع الزامی شما چیه، اصطلاح تعریف امنیتی که اینجا میگه. اما از 4 تا 10ش مراحل اصلی برای این استانداردن. اوکی، دونه دونه میخوایم اینها رو چی بس. یک مقدمه، صرف مختمه، ارزش علمی نداره، فقط اینکه بدونید چه توی تاریخ هست این بسار. بعد دامنه کار شما، مراجع الزامی شما، اصطلاحات و تعریفات استانداردی که دارین، بحث زمینه سازمان، بحث رهبری که باید انجام بدین، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، عملیات، ارزیابی عملکرد و بهبود. اگه اینها رو ببینید، زمینه، رهبری، برنامه‌ریزی، این همون پلن، پشتیبانی دوه، توی چک عملیات و ارزیابی عملکرد اتفاق میفته و توی اکت هم بهبود. یه نگاه اینجا بندازیم. پلان دو چک اکت، اینا رو ببینید، از توش این در میاد. خب حالا میخوام دونه دونه اینها رو با هم چی بحث کنیم. اول بحث دامنه، مقدمه کاری باش نداریم، یه کلیات. این مثلا اینو میخوایم تعیین تکلیف کنیم، این استانداردی که ما الان داریم راجعش صحبت میکنیم همه سازمان ها رو پوشش میده، چه بنگاه تجاری باشی، چه سازمان دولتی باشی، چه غیر دولتی باشی، یا هر چیز دیگه. الزامات و استانداردها هم عمومیه، صرف نظر از جنس سازمان و کاری که میخواد انجام بده. اوکی، پس اگر قراره بخشی از این استاندارد، خصوصا مواردی که گفتم، موارد 4 تا 10ش کنار گذاشته بشه، باید توجیهی برای این کار باشه، وگرنه از 4 تا 10 یعنی از زمینی سازمان تا تهش که بهبود سازمانه، اینها یادتون گفتم یه توصیه نامه است که الزامیه، از 4 تا 10 واقعا الزامیه، یعنی شما حق حذف کردن رو نداری مگر اینکه شما توجیهی برای این کار داشته باشی، بگی این رو به این دلیل مثلا چه میدونم این برام اهمیتی نداره با توجه به نوساد. حالا من میخوام دامنه سازمان رو، یعنی یک رو استپسته بریم جلو. اول باید عوامل داخلی خارجی، حالا چه انداز رقابتی، چه انداز تجاری، چه انداز مدیریتی، چه از لحاظ فرهنگی، روی سازمان شناسایی بشه. این که مثلا ما زیر مجموعه کجاییم، با کجا کار داریم، بودجمون چقدره، چقدر کارمند داریم، از چه سیستمایی استفاده میکنیم و و و و و اوکی. بعدش حالا این سازمان داره خدمات میده، به کی خدمات میده و با توجه به نوع خدمات، یعنی دیتایی که میده، دیتا گفتم ما میگیم دارایی اهم از بحث اطلاعات هست، هرچی حتی کارمندامون هم گفتیم داره منصاب میشه، با توجه به نوع خدمتی که داره و نوع زینفش، نیازهای امنیتیش باید دونه دونه مورد مورد استخراج بشه، استنباط بشه. برای مثال یه پادگان نظامیه، این پادگان نظامی چون داره خدمت امنیتی میده، امنیت حفظ جان منظورم مثلا، خب وظیفه‌اش هم کل مملکتن، پس اسناد از چه میدونم زاغه های مهماتی، بحث جایگاهشون کجا قرار دارن، لول بندی فرماندهان، اینکه کی فرمانده است، نیروهای مهندسی کیان، اینا جزء موارد امنیتی، یعنی افشای اطلاعات اینجا خیلی مهمه، ورود و خروج اونجا، این نیازهای امنیتی که ما استنتاج میکنیم از نوع خدمت و زینفی که داریم. با توجه به اینها دامنه کاربرد ISMS مشخص میشه. حالا میرسیم میگیم چجوری. مثال بزنیم، اینجاشو بیاریم. مثلا عوامل بیرونی که ما تو تأثیر داره، مثلا جامعه است، فرهنگ،
ذینفع خارجی، ذینفع داخلی، سیاست، قوانین، مؤسسات پول، اقتصاد، محیط رقابتی بیرون، همینایی که بهتون توی استاد قبلی هم توضیح دادم. عوامل بیرونی چه در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی یا بینومه. عوامل درونی چی؟ قوانین داخلی، آیین‌نامه ها، اینکه من کارکنانم از چه قشری هستن، از چه جنسی هستن، چه خدمتی ارائه میدم و ارتباط داخلی با زیر مجموعه هم چجوریه. مثال یک سازمانی با توجه به لول امنیتیش، بخشای کاریش حق اطلاع از بخشای کاری دیگر رو ندارن، یعنی اصلا دیگر نمیشناسن. خب این خیلی فرق میکنه با نیروهای فروشگاه تجاری که اصلا بردش در شناسایی همدیگه است. این فرق میکنه نوع نگاهشون با هم. خب با توجه به این ما باید اسکوپ کاریمون رو، اینکه کجا میخوایم ISM سپیدوریم کار کنیم. مثال بخش HR داریم، بحث مارکتینگ داریم، بحث دیولوب داریم، بحث IT داریم، اپریشن داریم، چه میدونم مدیریت فروش داریم، مشتریامون داریم و و و. خب این هر کدوم یه زیر مجموعه داره، زیر مجموعه داره نداره اگر. خب حالا من باید تعیین کنم اسکوپ های کاری اینا چه ربط هایی، مثلا بحث فروش، مشتری ها، کیفیت و تولید، اینا با هم یه تیم هست. بحث های آی تی ها و دیولوپی، بحث مارکتینگ و مثلا اچ آر، اینا این تیم ها باید مشخص بشه اسکوپ های کاری. خب بعد از اینکه اسکوپ ها مشخص کردم، حالا بگم اوکی من میخوام رو کدوم اسکوپ ISM رو پیاده سازی کنم. میخوام برای بچه های آی تی مثلا پیاده سازی کنم، میخوام برای مثلا بخش فروش پیاده سازی کنم، میخوام برای دیتابیس ها، برای سیستم عامل هام، برای کدوم میخوام استاندارد ISMS رو پیاده سازی و اجرا اون PDCA روش اوکی کنم. خب پس ما دونه دونه میخواهیم PDCA رو پیاده. اولی چیه؟ فاز اول شناخت پایریزی، اون پلنه، اوکی. بعد میریم سراغ دو، بعد چک، بعد اکت، اوکی. تو همینجا کافیه. یه مقدمه میخواستم بگم برای اینکه ما قراره چه کارهایی انجام بدیم. اوکی، نگاه اول ما یه PDCA داشتیم، میگفت اول پلن بریز، انجام بده، چک کن، بعدش بهبودش بده و همجوری برو جلو. خدا ISMS هم 10 تا سرفصل داره بر اساس مقدمه داره، دامنه داره، بحث کلیاتش، اصطلاحاتش، زمین سازیش، مثلا برنامه ریزیش، رهبریش و تا میره به بحث بهبود سازمان. هر کدوم یه سری کارها دارن، مقدمه و بحث دامنه تا قبل زمین سازی سازمان، زمینی سازمان بیشتر جنبه کلی هن، کلیاتی هن توضیح میده، مثلا اینکه ما استان عمومیه از اون قصه ها. اما از زمینی سازمان بعد الزامیه، گفتم توصیه نامه الزامیه، ما باید تک تک اینها رو روش بحث کنیم که بریم جلو. فقط با توجه به نوع سیاستی که تو این دوره دارم، قرار نیست ما دیتیل کامل بگیم، بلکه اون بخشایش که احساس میکنم مهمتره رو شرح و بحث بیشتر میدم، مباحث دیگر رو سعی میکنیم صرف بیان عادی بگذره ازش. این از این. و همراه با این ویدیو یه مقاله از بحث ISMS رو هم تقدیمتون میکنم، با اونو بخونید که بدونید میخواهیم تو ویدیوهای بعدی چه کار کنیم. شاد و پیروز و خجسته باشید.